سلام دوستان، یه کمی صبر میکنین تا اگر که دوستان دیگه ای قصد دارن که به لایو ما اضافه بشن بیان و لایو رو شروع بکنیم با خانم دکتر میترا بابک که امشب توی این لایو مهمون من هستند. خیلی متاسفم که این لایو رو در شرایطی برگزار میکنیم که در آستانه در واقع 43 سال حکومت این رژیم توتالیتر. خانم بابک میگن که صدای من رو ندارن. دوستان شما صدای من رو دارین؟ یه نفر برام بنویسه که صدای من رو دارن یا نه. خب اگر که خانم دکتر، اگر که شما برای من درخواست بفرستین، من میتونم شما رو بیارم بالا. بله صدای من هستش، من چون دیدم خانم دکتر هستن میتونم سب کنم تا ایشونو بیارم بالا و بعد صحبتم رو شروع بکنم. بعد منتظرم که ایشون به من درخواست بدن. بله مرسی مرسی، فهمیدم که صدا هستش. منتظرم که خانم دکتر به من درخواست بدن یا من ببینم شاید خودم بتونم براشون درخواست رو بفرستم. فکر کنم که خودم بتونم براشون بفرستم. دکتر خب من برای خانم دکتر درخواست رو فرستادم. حالا صدا شما رو دارم. شبتون بخیر. سلام عزیزم، شبتون بخیر. خوش اومدین. مرسی. من داشتم یه مقدمه میگفتم و بعدش به شما برگردم، دیدم شما گفتید صدا ندارم، حرفم رو قطع کردم. آخ نگران نشین، شما مقدمتون رو برین بعد شروع بکن. چشم. من داشتم عرض می کردم که خیلی متاسفم که در این شرایط که در آستانه 43 سال حکومت این رژیم توتالیتر بر کشورمون هستیم، این لایو رو برگزار می کنیم و خب اخبار بدی که می رسه از ایران امشب همه ما نگرانیم، هممون به شدت دلهوره داریم برای این که حکم یکی از فعالان بلوچ رو به اسم آقای جاوید دهخان دادن. ایشون امشب در واقع در همین لحظه ها در آستانه حکم اجرا شدن حکم اعدامشون هستن و در توییتر هم دوستان طوفان توییتری برگزار کردن که ما هم بعد از این لایو به اون طوفان توییتری میپیوندیم و سعی میکنیم که با توییت کردن به زبانهایی که بلدیم، زبانی به غیر از فارسی، بتونیم صدای خودمون رو به گوش جامعه جهانی برسونیم و جامعه جهانی رو متوجه این بکنیم که ملت ایران 42 ساله که داره در بدترین شرایط و زیر سختترین احکام مبارزه میکنه و همچنان به مبارزش ادامه میده. خیلی خوشحالم که امشب در خدمت خانم دکتر میترا بابک، روانکاو، پژوهشگر، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر هستم. خانم دکتر بابک یکی از حامیان کمپین اتحاد برای زن هستند و علارغم این که بسیار مشغله زیادی دارند و کار روانکاویشون رو هم باید انجام بدن، واقعا لحظه ای ما رو در این کمپین تنها نمیذارن و مرتب ما داریم از راهنماها و از تجربیاتشون استفاده میکنیم. پیش از این که بحث رو شروع بکنیم، میخوام خانم دکتر اگر که لازم میدونید سلامی بکنین به مخاطبای این لایو شروع بکنین و بعد من از شما سوالام بپرسم. بله حتما. درود گرم، سلام گرم به همه شما عزیزان که الان تماشاگر برنامه ما هستید. واقعا 42 سال گذشت، 42 سال اصلا کم نیست و ما همچنان گرفتار یک همچین نظام فاسد و جنایتکاری هستیم که همونطور که گفتید امشب باید شاهد، امیدوارم شاهد فردا صبح این خبر رو نشنویم، امیدوارم. اما چه کنیم که با یک رژیم دینی ایدئولوژی که بسیار خطرناک طرفی که به خاطر نگه داشتن قدرتش از هیچ جنایتی دریغ نکرده، امیدوارم که این خبر بد رو فردا صبح نشنم. من هم امیدوارم. خانم دکتر عزیز، من اولین سوالی که میخوام از شما بپرسم این هستش که نسل ما، پدر و مادرانمون مبارزه کردن در دهه 60، پدر و مادرهای خیلی از ماها اعدام شدن، خیلی ها مجبور شدن از کشور خارج بشن، خود ماها که بعد از انقلاب به دنیا اومدیم یا دوستانی که در زمان انقلاب بچه بودن، خیلی هاشون الان متاسفانه دیگه در بین ما نیستن، به تاریخچه اون
اعدامی ها اضافه شدن. حتی من دارم میبینم، من فکر میکردم مثلا دهه 80 که 20 سال از من کوچیکتر میشن، پیش من در ذهن من همیشه بچه بودن، ولی الان داریم میبینیم حتی ما از رنج سنی دهه 80 هم اعدامی داریم. من میخوام اولین سوالی که از شما بپرسم اینه که خیلی از من میپرسن که خسته نمیشی؟ این تداوم مبارزه تا کی میخوایم مبارزه بکنیم و جوابی نگیریم؟ آیا به نظر شما مبارزه ما باید یک جایی متوقف بشه؟ آیا مبارزه ما پیشرفتی داشته؟ کلا در مورد اهمیت تداوم مبارزه میخواستم از شما سوال بکنم. ببینید، یکی از بزرگترین هدف جمهوری اسلامی ناامید کردن مردمه و این دقیقا نقشه 42 سال حکومت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی رو ما میدونیم از همون ابتدا، وقتی که خمینی وارد بهشت صحرا شد، اصلا تو هواپیما یک فرد دیگری بود، یعنی با کلاشی و فریبکاری دنیا رو فریب داد زیر درخت سیب. و دقیقا همون روزی که وارد شد در بهشت صحرا گفت من تو دهن این دولت میزنم، یعنی یک دفعه اون من دیکتاتورش خیلی و من نارسیسیستیک خودشیفتش به راحتی اومد بیرون. نارسیسیستیک احساس نداره و همون اندازه که در هواپیما وقتی خبرنگار ازش پرسید چه احساسی داری گفت هیچ احساسی نداشت. و بسیاری از مردم سریع، من جمله پدر من یادمه به محض اینکه کلمه هیچی رو شنید یه دفعه زد تو سرش گفت وای بدبخت شدی. بسیاری از مردم، عزیزان ما، پدر مادرای عزیزان ما تلاش کردن از همون ابتدا نشون دادن که این نظام نظام فاسدیه و گول خوردیم و یا گول زدند و باید تلاش کنیم. جونشون رو در خطر گذاشتن، زیر شکنجه های دردناک رفتن و جنوساید یا قتل عام 67 هم که هرگز فراموش نمی کنیم، همچنان قتل های متفاوت و دستگیری های واقعا شما نگاه کنید برای حجاب 20 سال 18 سال اینا حبس میکنن جوانای ما رو. یعنی نظام هیچ وقت متوقف نشد. هدف اصلیش ناامید کردن مردم بود و این کلمات رو، این جمله ها رو دقیقا بسیاری از مواقع خود رژیم میندازه تو دهنا. خود رژیم خیلی اسما، فراموش نکنیم ما با آخوند فریبکار طرفیم. آخوند مکاره، چه آخوند مسیحیش باشه، چه یهودیش باشه، چه مسلمونش باشه، از هر ایدئولوژی، چه کمونیستی آنچنانیش باشه، ایدئولوژی که چپ آنچنانی افراطیش باشه، کلن ایدئولوژی که افراطی مکار میشه، مخصوصا آخوند، چون از طریق دین وارد میشه. و دقیقا این کار رو با مردم کرد. اینجاست که حال باید برای یک لحظه، برای توی نوعی که این چنین به مهتاب و به من و امثال ماها میگویی، برای یک لحظه قبل از اینی که این جمله رو به زبان بیاری باید فکر کنی در موردش که پشت این جمله چقدر معنای خطرناکی اولا برای خود و نسل آینده داره، دوما چقدر جنایت به نظر من و خیانت به نسل قبلی، به عزیزانی که هنوز در زندان هستن و یا کشته شدن. این خودش خیانت به آنها که عزیزان ما و عزیزان توی نوعی هستن و بودند. و دقیقا جمهوری اسلامی میخواد شماها همین افکار رو، همین احساس رو، همین ناامیدی رو نهادینه کنه در مغز شماها و شما به راحتی به زبان بیاری. یعنی عقل و درایت، خرد یعنی این، عقل اندیشه یعنی این که من قبل از اینه که حرفی رو بزنم اول مزه مزه کنم ببینم پشت این معنایی داره، سوال کنم از آن جمله، خود از خود سوال کنم و بعد به راحتی بازش کنم و یا به جای اینکه تشکر کنم از اینه که این همه دارین زحمت میکشین، ماها این برای آبی، بسیار 5-6 میلیون ایرانی این برای آب دارن زندگی میکنن، چند درصدشون تلاش مداوم دارن میکنن؟ بسیاری کردند و بعد متوقف شدند، بسیاری کردند و هرگز ایران رو ندیدند و اینجا دفن شدند، آرزوشون دیدن خاک ایران بود. و بسیاری همچنان هستند و بسیاری همچنان میپیوندند، یعنی اگر فعالیت نمی کردن حال دارن فعالیت میکنن. مثل خود اتحاد برای زن، یکی از اهداف ما اینه که جوونا بیان، همه بیان، من جمله جوان ها، حتی آنهایی که
قبلا هیچ اعتراضی نکردن، قبلا تلاشی نکردن، چون 42 سال دقیقا یک عمره، یعنی عزیزی که اون زمان به دنیا اومد الان 42 سالشه و به قول تو ممکنه که جونش هم از دست داده و رفته از این دنیا، و یا پدر یا مادر بسیار داغونیه که هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر سیاسی گرفتار در ایران. اینجاست که ما باید معنای کلمات رو، معنای جملات رو بسنجیم و بعد صحبت کنیم. تقدیر از کسانی که جونشون رو، مخصوصا داخل ایران، جونشون رو گذاشتن، در زندان ها هستن یا دائما در حال تهدید هستن، اقتصاد به صفر رسیده، مردم رفتن زیر خط فقر. خب تویی که این جمله رو به راحتی به فرض به مهتاب و امثال هم امثال ما میگی، برای یه لحظه فکر کن، اگر ماها سکوت کنیم، اگر عزیزان شجاعی که در داخل ایران هستن سکوت کنند، تویی که این جمله و شماهایی که این جمله رو نهادینه دارین میکنین و بیخیالش بابا، ولکن بابا، مگه اینا میرن، اینا ریشه کردن، هیچکس نمیتونه اینا رو، شما برای یک لحظه برین تاریخ بخونید. از اینها خیلی خیلی خطرناکتر و جنایتکارتر و طولانی مدتتر رفتند، اما به چه صورت رفتند؟ اینه که حالا من جمله رو کوتاه میکنم، اگر سوالی داریم بعد ادامه میدم. بله، کلی سوال دارم، کلی سوال به دستم رسیده از وقتی که گفتم با شما لایو دارم. یک حالا من این سوالا رو یکی یکی ازتون میپرسم، ولی بعدا زمانی میذارم که خودتونم به نکاتی که میخواین اشاره بکنید و زمانی هم باید برای سوالها بذاریم اگر دوستان سوالی داشتن. یکی از سوالهایی که خیلی تقریبا میتونم بگم حدود 50 نفر این سوال رو برای من فرستادن، مخاطبای صفحه من خوشبختانه خیلی هاشون جوونای داخل ایران هستن، چون من رابطه تنگاتنگی دارم با جوونای داخل ایران خوشبختانه. جوونا از من پرسیدن، گفتن ما خانواده هامونو میشوندیم پای این لایف، پدر و مادرهای ما میترسن، به ما اجازه نمیدن که ما بریم و وارد میدان مبارزه بشیم. خب از طرفی باید بهشون حق داد، به خاطر اینکه پدر و مادرها دلایلی که میارن این هستش که خب این رژیم بدون هیچ پرنسیبی مردم رو در خیابون میکشه. اما این جوان ها سوال کرده بودن که چه کار باید بکنیم، چطور باید پدر و مادرمون رو راضی به این بکنیم که بر ترسشون غلبه بکنن و منتظر نشینن که مصیبت در خونه ما بیاد، ما اتفاقی کشته بشیم، ما در هواپیمای مسافربری به همون شلیک بشه، قتل عام بشیم و بعد تازه پدر و مادرهامون و خانواده هامون به دادخواهی بپیوندن. این سوالی بود که خیلی تکرار شده بود. ببینید، اولا باید بریم سراغ همون پدر مادر ها. حق دارن در درجه اول عزیزشون رو نگرانن، برای اینکه نظام جمهوری اسلامی بچه خودش هم کشت، از هیچ ابایی نداره، از هیچ جنایتی. اما مسئله اینجا اینه که آیا فرزند تو، روی سخنم به پدر مادر است، آیا فرزند تو و خود تو در طی این 42 سال زندگی کردی؟ جوونی خودت رفت و جوونی فرزندت هم رو داری میگیری؟ اگر فرزندت رو نمیخوای، میترسی برای فرزندت، خود چرا سکوت کردی؟ خیلی فرق میکنه. زمانی که من خودم سکوت کنم، خودم هیچ حرکتی از خودم نشون ندم، فرزندم هم اجازه ندم تکونی بخوره و به خودش بیاد، آگاهی داشته باشه از مسائل روز و تلاش بکنیم دست در دست هم بدیم، اون وقته که ما چه جوابی داریم برای نسل، همون نسلی که جلوشو میگیری و نسلهای بعدی. 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش کسی فکر نمیکرد. در ابتدای انقلاب همه فکر میکردن اینا دیگه میرن. مگه میشه که ایران و ایرانی زیر بار آخوند بی سواد مکار بره؟ یک دلیل بزرگش ترس و رعب و وحشتیه که حکومت دیکتاتوری انجام میده، بدون شک. اما مسئله خیلی مهمتر نداشتن سواد سیاسی و سواد اتحاد و همبستگیه که ما ملت ایران گرفتارش هستیم. نداشتن سواد سیاسی بسیار خطرناکه. دلیل، یکی از دلایل آمدن جمهوری اسلامی نداشتن سواد سیاسی مردم بود، خرافه پرستیشون بود، اسلامی بودن بیش از حدشون بود، دوگانگی، رقصشو میکنه، مشروبشو، کابارشم میرفت، نمازشم میخوند، دهنشو آب میکشید. یعنی تضاد پشت تضاد. کسی حق نداشت وارد سیاست بشه، کسی حق نداشت وارد این رساله ها، این رساله ها باید باز میشد در آن زمان.
تا ببینیم که خمینی در اون رسالش میگه با بچه شیرخواره میتونی خودتو ارضا کنی. اگر ملت ایران این فاجعه رو میدونستند، آیا عکس ماه در عکس خمینی رو در ماه میدیدند؟ نگاه کنین فاجعه چقدر عمیقه. انسان باید سیاسی باشه. کسی که میگه من سیاسی نیستم توهین به شعور و درایت خودش داره میکنه. زمانی که به فرزندت میگی سیاست به تو مربوط نیست، حالا واسه من قدقد میکنی، تو رو چه به سیاست؟ زمانی که به همسرت میگی، زمانی که به عزیز دیگرت میگی، دقیقا داری به خود و او توهین میکنی. نگاه کنید آخون مگه سیاست بلد بود؟ آخون زین اسلام سیاسته بدون شک، اما روش دولتداری سیاسی فنه، تخصصه، نه زیر یک دست یک نفر. در جمع باید متخصصین در کنار هم قرار بگیرند، نماینده های واقعی مردم. اما میبینیم که چقدر آسون اومدن، گرفتن، کشتن، غارت کردن، دزدی کردن و توی پدر مادر بدون اینکه خودت حرکتی بکنی. اصلا من موافق نیستم با خشونت، تظاهرات خشونت آمیز اصلا. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دقیقا همینو میخواد، دقیقا میخواد که حرکت خشونت آمیز باشه تا بتونه بهتر سرکوب کنه و بیشتر رو به وحشت ایجاد بکنه. درایت من دکتر عزیز یه پرانتز باز کنم تو حرفتون، فقط در مورد این مسئله که در مورد مسئله خشونت آمیز که میفرمایین، من میخوام یه مثال بزنم. راهپیمای 25 خرداد که شما اون زمان فکر نمیکنم ایران بوده باشیم، ولی ما همه بودیم و راهپیمای سکوت بود، نزدیک به 5 میلیون نفر در تهران شرکت کردن و یکی از آرامترین راهپیمایی ها بود. جمهوری اسلامی اونجا رو به خاک و خون کشید و ندا آقا سلطان هم اونجا کشته شد و چندین نفر دیگه. میخوام بگم که از سمت جوانها و از سمت مردم معمولا خشونت رخ نمیده، مردم معمولا مگر اینکه مجبور به دفاع بشن. فقط اینو میخواستم اشاره بکنم که چون دیدم نه آخه بعد آخه یادتون باشه حکومت دیکتاتوری چماقدارای خودش رو وارد با لباس شخصی وارد جمع میکنه و تبدیل به خشونت. اینا تریک میزنن. منظورم اینه، مسئله اینجا اینه که اون حرکت اگه یادتون باشه حمایت از اصول اصلاح طلب بود، کروبی و میرحسین موسوی، درسته؟ خیلی هم مثل من که مثلا رأی نداده بودیم پیوستیم برای برانداز، ولی امید داشتن مردم به این دو نفر، امیدوار شدن دست به همین دلیل که تلاش کردن. اما خود میرحسین موسوی چه سابقه ای داشت؟ به این دقت نداشتیم چقدر حکم اعدام خودش صادر کرده بود یا طرفدار حکم اعدام بود، به اضافه اینی که اینا رو حصر خانگی بهشون دادن. در تمام این مدتی که حصر خانگی دادند سکوت کردند، اعدامشون که نکردند، زندانیشون که نکردند، شکنجهشون که ندادند، سکوت کردند. دوباره ملت اسیر یه اصلاح طلب دیگه شد. دوباره اصلاح طلب. ببین وقتی من میگم سواد سیاسی یعنی این، ما ببین ملتی که منتظر امام زمانه، تحصیل کرده که میره جماران جم چیه اون چاه چی؟ جمکران. کسی که تحصیل کرده که میره جمکران هنوز نذر میکنه و پول میندازه، اینا فاجعه یک ملته، فاجعه شعور یک ملته. ولی ملتی که سیاست رو بدونه، اقتصاد رو اون وقت میدونه، آگاهیش در همه زوایا خیلی بیشتر میشه، گول و فریب نمیخوره. چند بار گول خاتمی رو خوردن، گول احمدی نژاد رو خوردن، گول حسن روحانی رو. چند 30 سال من در لندن زندگی میکنم، هر بار گفتم دقیقا اینا یه تریکه، گول نخورین، اینا فقط دارن خیمه شب بازی میکنن، پشت صحنه بریشه همه میخندن اما نقش بدگای و گودگای بازی میکنن و ملت بارها و بارها گول خوردن. اینجاست که ما باید بیاموزیم گول نخوریم. زمانی که ما در فرهنگ ما به فرزندمون اجازه نمیدیم که سوال کنه، زمانی که میگیم کف گفتی،
زمانی که به اعتراض و انتقاد، انتقاد رو یک مصیبت بزرگ میبینیم، فکر نمیکنیم، زمانی که به اون اعتقاد و عقیده و دین و ایدئولوژی که اعتقاد داریم یک بار حتی نخوندیم، حتی به زبان خودمون، اینجاست که ما محاصره ایم. 42 سال بسیار زمان خوبی بود برای ملت ایران، نه ملت های دیگه مسلمان یا شیعه، بلکه ملت ایران، به خاطر اینکه به بدترین کارها و زشتترین کارها رو جمهوری اسلامی آخوندیزم کرد و میکنه. پس نشون داد، یعنی ما احتیاج نبود اصلا تو تاریخ بخونیم، دقیقا تو این 42 سال ما دیدیم. اما آیا هنوز باید سکوت کنیم؟ کسانی که داخل ایران زندگی میکنن زجرشون خیلی اصلا قابل مقایسه نیستن با ما، لحظه به لحظه دارن میمیرن و زنده میشن. به قول خیلی ها که کامنت ها می نویسن، ما 42 سال مرده های متحرکی. خب چطور میشه که من به خودم بگم مرده متحرک درون داخل کشور خودم و بعد اجازه به خودم، به فکر خودم، به رفتار خودم، به حرکت خودم اجازه ندم و به عزیزم اجازه ندم؟ اما پوینت اساسی نداشتن اتحاده. ترس اساسی الان اینجاست. مردم ایران متوجه جمهوری اسلامی هستن، مردم ایران داغون شدن از دست جمهوری اسلامی از همه نظر، یعنی یک اثبات کامل شد. یعنی من فکر نمی کنم صدها سال آینده حکومتی مثل جمهوری اسلامی یا حکومت دینی بتونه ایران رو بتونه غلبه بکنه و ایران رو بگیره دوباره. اما مسئله اینجا نداشتن اتحاد ماست. این دوباره ناامیدی میاره، نداشتن اتحاد ناامیدی میاره، ضعف میاره و بیخردی میاره. بله خانم دکتر، حالا در شرایطی که، خیلی ممنونم از توضیحاتتون، ولی در شرایطی که جمهوری اسلامی نمیذاره هیچ حزب و هیچ گروهی در ایران سر بلند بکنه و واقعا همه رو در نطفه خفه میکنه، ما که بیرون از ایران هستیم و مردم داخل ایران بیش از پیش به اهمیت حضور اپوزیسیون فعال و مبارز بیرون از ایران پی میبریم. اما به عنوان مثال، منی که خودم رو یک تبعیدی میدونم برای اینکه مجبور شدم از کشورم بیام بیرون و اگر امکانش رو داشتم حتما تا لحظه آخر در کشورم میموندم و مبارزه میکردم و خیلی متاسفم که الان بیرون از ایران هستم. حالا اون حرفا رو میذاریم کنار که یه سری ها به من و شما با امثال ما ها میگن که شماها بیرون نشستین، دهنتون رو ببندین، نمیتونین قضاوت بکنین. برای اونم لازم نیست اینجا توضیح بدیم که ما چطور داریم از شب و روز و زندگی و آسایشمون میزنیم و دلمون تو اون مملکت میتپه و یک روز اینجا دل خوش نداشتیم. اما چیزی که من به عنوان یک تبعیدی که اومدم بیرون از ایران با به هر حال سابقه مبارزه‌ای که در ایران داشتم اومدم اینجا که فعالیت بکنم، ولی با چیزی مواجه شدم که سرخورده شدم به شدت. من اصلا منکر زحمات اپوزیسیون و ایرانی هایی که در این 42 سال اومدن بیرون نیستم، اما دقیقا همون چیزی که شما میفرمایید، وقتی میرسیم به اون نقطه اتحاد همه همدیگر رو میزنن، یعنی ما خودمون رو اینجا داریم خورد میکنیم، داریم نابود میکنیم، فقط به خاطر اینکه خنددار گریه داره سر یک پرچم با هم دیگه. من الان دیدم 42 سال بعد انقلاب با هم دیگه کتک کاری میکنن. من میخوام شما در مورد همین اتحاد و وظیفه اپوزیسیونی که بیرون از ایران هستن، دارن در آزادی زندگی میکنن، امکان آموزش دارن، امکان به دست آوردن سواد سیاسی دارن، میخوام در این موارد لطفا صحبت بکنیم. و در مورد اینکه در مورد انتخابات که گفتید، من پاریس رو که خودم دیدم و جلوی سفارت ایستاده بودم، فریاد می‌زدم در زمان انتخابات روحانی که رأی ندید، اسم زندانیای سیاسی رو دستم گرفته بودم. مأمور پلیس فرانسه اومد به من گفت تو راست میگی که اینجا یه نفری، یا این صفی که از 8 صبح تا 3 بعد از ظهری که تو اینجا وایسادی داری داد میزنی پر و خالی میشه؟ من صحبت رو به شما میسپارم. یکی از بزرگترین مصیبت‌های ایرانیان، نه همه ولی بسیاری از ایرانیان داخل خارج از کشور، اینه که اومدن با حتی با کیس های واقعی و یا کیس های دروغین و کاذب اومدن، پناهندگیشون رو در بهترین کشورهای دنیا گرفتن، اقامتشون رو گرفتن، خونه شهرداریشون رو گرفتن، حقوق هفتگیشون رو دارن میگیرن،
سیاه کار میکنن، مالیات هم بسیاری ندادن، در ایران واسه خودشون ویلا و خونه خریدن، در صورتی که کیسشون کیسای واقعی هم خیلی هاشون نبوده. من یکی از مریضان میگفت من خودم کیس برای مردم مینویسم، کیس سیاسی، در صورتی که سیاسیان واقعی خیلی هاشون جونشون در خطر بود، دیپورت شدن به ایران. مصیبت ما اینجا اینه که از من میاییم و نه ما. زمانی که خرمون از پل میگذره میگیم به ما چه مربوطه، و دلمون خوشه که میخوایم زندگی کنیم، زندگی کنم نه زندگی کنیم. و تمام تلاشم اینه که بتونم راحت برم و ایرانو برگردم. و مگه من میتونم ایران نرم؟ تو اومدی کیس سیاسی دادی، گفتی که نمیتونی ایران برگردی، جونت در خطر، جون خانواده خودت در خطر، خودت و خانوادت رو برداشتی آوردی، اقامتت هم گرفتی، پناهندگی سیاسی هم گرفتی، و بعد با نهایت بی انصافی و بی وجدانی، بی تفاوت سکوت میکنی و برای خودت میری ایران و میای، تازه از ساختمون سازی و پارک های ایران هم تعریف میکنی که به به و چه چه، اینجا کجا آنجا کجا، بدون سطحیگری. و بعد مهمون بازی های آنچنانی خودت، 2 هفته 1 ماه میری و بر میگردی، دلت خوشه که هر سال میتونی بری ایران بیای، 2 تا پاسپورت تو دستته، و نهایت بی وجدانی رو به نظر من انجام میدی. زمانی که ما اومدیم برای بهتر زندگی کردن، اومدیم برای اینکه بچه هامون بهتر زندگی کنن، اما به فکر ملت خودمون در داخل کشور، به فکر فرزندان مردم کشورمون که از چه استعدادهایی برخوردارن و میتونن از این فرصتهایی که ما استفاده کردیم، میتونستن اونا هم و میتونن یا نمیتونستن فرصتها رو استفاده کنن، چشامونو ببندیم ببینید تمام هومافیس های کشورهای مترقی، تمام این کشورها، سفارت‌های ایران اسامی مردم رو میدن به هومافیسا. هومافیس نگاه میکنه، تو اومدی گفتی اگه من برگردم ایران اعدام میشم، الان داری میری و میای، میری و میای، میری و میای، و همین باعث شد که کیسای واقعی هم متاسفانه هومافیس دیگه باور نکرد. و بعد با وقاحت تموم بری بیای و حتی حاضر نباشی یه کپش، یه پتیشن امضا کنی، پتیشنی که میتونی اسمت هم پنهان کنی، حاضر نیستی حتی یه لایک بزنی، بعد با وقاحت و بیوجدانی تموم بگی به ما چه مربوطه، مگه ما سیاسی هستیم، در صورتی که اومدی پناهندگی سیاسی هم گرفتی. اینا جنایته، اینا فاجعه یک فرهنگ فقیره. اینجاست که متاسفانه ما گرفتاریم. صفها رو شما نگاه کن در زمانی که انتخابات میشه، شرم بر تک تکشون، بر تک تکشون. حتی اگر عزیزترین کسی، من کسی رو ندارم تو این کشور، فقط مادرم هیچ وقت هم خوشبختانه نرفته، حتی اگر مادرم بود، شرم بر اون که بلند شه بره به خاطر اینکه بتونه بره ایران و بیاد، در ساعتی که امضا سفارت هم نرن، رأی هم ندن، اینا به راحتی میتونه. تو کی هستی که حالا تو رو بخوام بگیرم؟ چی کار کردی واسه ایران که بخوان تو رو بگیرن؟ و بعد میری هی شایع پراکنی هم میکنی که خطرناک خطرناک خطرناک. ما ترس و رعب و وحشت رو به دل همدیگه هم میندازیم. اینجاست که ما فقر فرهنگی داریم. یکی از اساسی ترین کار من دوباره سازی فرهنگیه، بر فرد فرد و خانواده و جامعه و سیاست. این فقر فرهنگی رو باید کاری براش کرد. اینجاست که گرفتاریم. دیدین که با وقاحت هم به دوربینایی که ازشون فیلم برداری میکنن مخالفین وایسادن، میگن شرم بر شماها که تو صفید، با وقاحت هم نگاه میکنن، بدون روسری اون روز میرن تو سفارت ها. نهایت شرم، نهایت بیوجدانی و بیانصافی این حرکت. تو چطور رود میشه جلو آینه وایسی به خودت نگاه کنی؟ چند تا ماسک که فقط بتونی بهره برداری کنی برای خودت و خانوادت، سوء استفاده کنی نه استفاده. اینا فاجعه یک ملته، نه همه کسانی که این چنین هستند. خانم دکتر، فکر میکنین این آدم هایی که منافعشون واقعا منافع فردیشون بر همه چیز براشون ترجیح و ارجحیت داره، فکر میکنین این آدم ها با فرهنگ سازی و با
صحبت کردن باهاشون فکر میکنین تأثیری روشون میذاره، یا اینکه راههای دیگه ای وجود داره، مثل راهی که من خودم باهاش خیلی موافق بودم همیشه در رابطه با این آدم ها، برای اینکه میبینم خیلی هاشون اغلب آدم های تحصیل کرده، استاد دانشگاه، آدمایی که شنیدن، یعنی به امکانات دسترسی دارن و حرفای شما و حرفای ماها رو میشنون، منتها بویی از شرافت نبردن متاسفانه. من خودم فکر می‌کنم یکی از راه‌های موثر در برخورد با این آدم‌ها افشا کردنشونه، یعنی افشا کردنشون نزد مردم ایرانه، ولی خیلی‌ها به من خورده میگیرن و میگن نه این راه تندرویه و تو آزادی‌های اونها رو محدود می‌کنی، اونها آزادن برن رأی بدن، در حالی که من دیدم، من در انتخابات پاریس دیدم که طرف با برگه‌ای که هنوز پناهندگیشو بهش نداده بودن، یعنی برگه اینجا بهش میگن قصه پیسه، برگه شناسایی، این که گفتن اوکی تو حالا اجازه داری اینجا بمونی، با اون برگه اومد رفت تو سفارتونو نشون داد که یعنی من فلانی ام، من برم رأی بدم. یا فعالان شناخته شده ای که اینجا طرف همسرش تو ایران تو زندانه، خانوادهش تو ایران درگیر، اینجا داره میره با این تو صف رأی میده. شما برای اینا چه راهکاری دارید؟ ببینیم، اولا که انسان قابل تغییر هست و ما نمیتونیم بگیم که مادامی که آن بود این دیگه نمیتواند شود. فرصت ها رو باید داد، انسان باید وجدان دوباره میشه برگرده، اتحاد اگه برگرده. برگردم به سوال قبلیت در مورد اپوزیشن ها. ببین اپوزیشن ها انواع و اقسام تلاش کردن، من با همهشون همکاری میکنم، البته مجاهدین هنوز از من دعوت نکردن توش برنامهشون، ولی اگه دعوت کنن میرم. به نظر من اتحاد یعنی این، در کنار هم نشستن و صحبت کردن. مسئله بزرگ اینه که اپوزیشن ها تلاش خودشون رو خیلی کردن، اما بین خودشون هم هی تفرقه افتاد و این تفرقه ها زیر پا خالی کردن های همدیگه، من های یکدیگر، باعث شد که اینا نتونن با هم کنار بیان. و هر اپوزیشنی تلاش کرد، فعلا تا به حال تلاش، نه همه، بسیاری از آنها تلاش میکنن که بگن ما درستیم، فقط حزب ما درسته، فقط گروه ما درسته. این خطرناکه. این یعنی دوباره نداشتن فرهنگ اتحاد، همبستگی و دموکراسی. اینا اصلا پشت یه در کنار هم پای یه میز نمیتونن بشینن. زود ممکنه به مشکل نه نه تو بی خود میکنی من درست میگویم میرسیم. زمانی که در ابتدا دهه اول، دهه دوم، دهه سوم، دهه چهارم میملان، ما در دهه چهارم وارد دهه پنجم داریم میشیم، کم 42 ساله دهه چهارم تموم شد. حال دیگه به نظر من اپوزیشن ها وظیفه اخلاقی، انسانی، گروهی، حزبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، همه چیشون اینه ایدئولوژی های خودشون رو بذارن کنار، باورهای ایدئولوژی خودشونو بذارن کنار، چون حق ندارن بگن این حزب و مثلا فقط نظام شاهنشاهی، فقط جمهوری، فقط این، فقط آن، حق ندارن بگن. اگر واقعا دلسوز ملت ایران هستن، که من و شما میدونیم بسیاری واقعا دلسوزانه رفتن و هنوز در این راه مبارزه هستن، اما اون من دیکتاتور هنوز توشون هست. اینو باید پیدا کنیم توی خودمون، چون ما یه من دیکتاتور درون وجودمون هست، اگر مراقبش نباشین هی گنده تر میشه و بعد وارد تضاد میشی. از روشنگری و از آزادی خواهی صحبت میکنیم، اما یخی اون یکی رو میگیریم. پس من آزادی خواه نیستم که یخی اون یکی رو میگیرم. آزادی خواه باید در کنار هم بشینیم و صحبت کنیم، دعوایی با هم نداریم. با قول انگلیسی ها let's agree to disagree. حالا قبول کنیم که با هم agree نیستیم، اما در مورد جمهوری اسلامی با هم موافقیم، توافق داریم. مگه تو نمیخوای جمهوری اسلامی بره؟ مگه تو من آره منم میخوام، ولی تو میخوای قبیشی بری رژیم رو تو عوض بکنی؟ یعنی همش به فکر این هستن که چوب بذارن لای چرخ دیگری که دیگری نتونه بره ما بتونیم. اینجاست که ما 42 سال طول کشید. دوباره یکی دیگر از دلایلی که ملت ایران، اون صحبت اولیه خودت رو از من سوال کردی که مردم این چنین میگن، دوباره یه دلیل دیگرش همینه که اپوزیشن ها هنوز شاید بعضیاشون متوجه نیستن که چقدر مهمه در کنار هم نشستن و به صورت مسئله نگاه کردن.
و برای حل صورت مسئله کار کردن. من بارها تو برنامه های دیگه گفتم، به نظر من چون آگاهی رساندن بسیار مهمه، به نظر من خیلی مهمه که منیفست هر گروهی بگه این آینده ایرانی از دیدگاه ما، این یعنی آگاهی رساندن، این یعنی شناختن توی گروه، توی حزب، حالا هر چیزی که هستی، و مردم رو این چنین داری سیاسی و آگاه میکنی از مرامنامه که داری. مرامنامه تو بنویس، در این همه فضای مجازی هست، در اختیار دنیای مجازی بذار، بذار نسل گذشته، نسل حال بخونن، بشنون، یاد بگیرن. خب وقتی که شما، همه بعد این کار رو میکنن به نظر من، و بعد یعنی کسب اعتماد، اپوزیشن ها باید شروع کنن به هم اعتماد کنن، در کنار هم به صورت مسئله نگاه کنن، و بعد ملت اعتماد پیدا میکنن مادامی که اینا معتمد شدن به هم دیگه، و بعد در کنارش آینده ایران وقتی جمهوری اسلامی از بین رفت و کنار رفت، حال مردمن که با مرامنامه ها، اساسنامه ها و منیفست هایی که خوندن و در حال خواندن هستن باید انتخاب کنن. این یعنی دموکراسی واقعی. ما نمیتونیم تو کشورهای دموکراتیک زندگی کنیم و بویی از دموکراسی نبریم و شعار دموکراسی بدیم. اینجاست که دوباره یکی از معضلات ما همین مسئله اپوزیشن هاست. مایی که این برای آب هستیم، مایی که جونمون، حالا نه همه، ما قتلای زنجیره‌ای داشتیم، ما زمو داریم که اینجور فریبش دادن و بردنش و اینجور کشتنش، اعدامش کردن، اما به هر حال بسیاری از ما به راحتی داریم زندگیمونو میکنیم. از اپوزیشن ها رو دارم میگم. پس حالا دیگه وقتشه، بس دیگه. 42 سال، اگر 40 سال پیش بود، 30 سال، 20 سال، 10 سال پیش بود، هنوز میگفتم خب نفهمیدیم، اما حال که دیگه باید بفهمیم. بابا من میگم ملت ایران رو دریابید، نه خودتون رو. مگه شما نمیگید دلتون برای ملت ایران میسوزه، جونتون رو گذاشتین، عمرتون رو گذاشتین، اعصابتون رو گذاشتین، خرج کردین، چقدر دارن صرف خرج میکنن، 40 سال دارن مبارزه خارج از کشور میکنن، ولی حرمت برای یکدیگر قائل نیستن، ضد یکدیگر صحبت میکنن، همدیگر رو به تمسخر میکشن. انتقاد نفع نیست، انتقاد باید رشد باشد، ولی انتقاد رو به دیده نفع و از بین بردن و ریشه‌کن کردن نگاه میکنن. این یعنی دوباره نداشتن سواد و یا بد سواد بودن. ببینید خانم دکتر، چیزی که خیلی بازم ممنونم از توضیحاتون، کامنت ها رو دارم میبینم این وسط. من کامنت ها رو عادت ندارم ببندم، بالاخره جمهوری اسلامی هم بیکار نمیمونه، یه سری ها دوباره ارادت دارن به شما، ولی یه سری های هم یکی دو نفر رو میبینم که اینجا این وسط حالا هستن. اشکال نداره، شما آزادیه دیگه، شما حرفتون رو بزنید. ولی میخوام بگم در رابطه با اپوزیسیون، چیزی که برای من خیلی عجیبه، خیلی ناراحت کننده است، اینه که انگار اینها ماهیت رژیم، یک رژیم توتالیتر و رژیم تمامیت خواه رو نمیشناسن. انگار نمیدونن که رژیمی که توتالیتره از هر روشی استفاده میکنه که بین اپوزیسیونش اختلاف بندازه، از هر شیوهی استفاده میکنه که اپوزیسیون رو به جون هم بندازه. حالا ما اینجا یکی مسئله برخورد رژیم توتالیتر با اپوزیسیون رو داریم، یکی مسئله مردم. شما نگاه کنید الان از این 5 میلیون ایرانی میگن بیرون از ایران هستن، از این 5 میلیون اگر 500 هزار نفرش عضو اپوزیسیون باشن که نیستن، باز 4 میلیون و 500 هزار نفر ما اینجا جمعیت خاموش بی تفاوت داریم که اگر اینها وارد عرصه مبارزه بشن، دیگه واضح و مبرهنه که چطور میتونن تأثیر گذار باشن. و میخواستم ازتون خواهش بکنم که هم در مورد شیوه های برخورد جمهوری اسلامی صحبت بکنین تو وقتی که داریم، هم در مورد این جمعیت بیشماری که بیرون از ایران هستن و حالا اپوزیسیون حداقل تلاشش رو میکنه، منیت خودش هم داره، حالا باید اشتباهش رو اصلاح بکنه، ولی اون جمعیت انبوهی که بیرون از ایران بی‌تفاوت هستن. ببین اولا که اپوزیشن ها در تمام این 42 سال واقعا زحمت کشیدن، شکی درش نیست، جونشون رو گذاشتن، زندگیشون رو گذاشتن، خیلی بسیارشون خیلی زحمت کشیدن و جونشون رو از دست دادن در غربت. اما مسئله اینجا به قول همون صحبتی که شما کردین، 4 میلیونیم مردم خارج از کشورن. یک اتفاقا در لایو دیشب من گفتم، اگه یادتون باشه
سالگرد هواپیمای اوکراین که رسید، بازماندگان خواستن که من هم شمعی روشن میکنم، من هم شمعی روشن خواهم کرد. یه همچین حرکتی رو از ملت برای همدلی خواستم. منم سریع یه سلفی گرفتم و از مردم خواهش کردم که یه شمع روشن کنن. حتی تو کپشنم نوشتم که احتیاج نیست حتی صورتتون رو نشون بدید، حتی فقط یک شمع روشن کنید، 10 ثانیه، 20 ثانیه، هر چقدر که میتونید برای ما بفرستید. تعداد کسانی که از داخل ایران آورد فرستادن بسیار بیشتر از خارج از کشوری ها بود. بله. چند تا خارج از کشوری ها به من چی گفتن؟ خانم دکتر، آخه ما ایران میترسم با خانوادهمو فشار بیارن. من خیلی عصبانی شدم که تو یک شمع روشن کنی بدون اینکه صورتتو نشون بدی، فقط بگی همدلت هستم، غمخوارت هستم. چون یه حرکت سیاسی نبود که، یک هواپیما 167 نفر کشته شدن و خانواده جگرخونه تا آخر عمرش، و تو حاضر نیست یک شمع روشن کنی بدون اینکه صورتتو نشون بدی و به این کمپین بپیوندی، کمپینی که اونها خواستند. یعنی شما دقت کن، شما میدونی خیلی من اعصابم خورد شد، شما میدونی چون من صدام براتون میکنم خیلی اعصاب. اینا همه تست یک ایران و ایرانیه. این زمان ها زمان آزمونه، زمان آزمایشه، که تو اگر یک شمع روشن کرده بودی، خودت ترسو بزدل هستی که در خارج از کشور باز خودت میری و برمیگردی، بچه 7-8 سالت و بچه 10 سالت و بچه 2 سالت رو بذار بغل به فرض یه شمع، بهش یه کلمه بگو، این کلمه رو بگه. میدونی انسان از نظر روانشناسی وقتی این حرکت رو میکنه چقدر احساس آرامش میکنه خودش؟ اما برای تک تک شماهایی که بزدل و ترسو هستین و ترس رو تزریق میکنین به دیگران، روی سخنم به شما هست، برای یک لحظه وجدانتون رو بیدار کنید. اگر عزیزت تو اون هواپیما بود و میدیدی که به اندازه کافی همراه نیستن مردم مخصوصا خارج از کشور، تو چه احساسی میگرفتی؟ ما مسئله اینجا اینه که خودمون رو جای دیگری نمیذاریم، خودمون رو فقط جای خودمون نگه داشتیم. همیشه یادمون باشه، ممکنه که روزی روز من و یا عزیز من باشه. اتحاد و همبستگی، شما نگاه کن داری فرانسه زندگی میکنی درسته؟ بله. ما فرانسه زندگی میکنیم، من انگلستان زندگی میکنم، اینا یا مسیحیان یا ناباورن یا هرچی که هستن، چقدر سازمان های خیریهشون فعاله، چقدر اینا به آسانی، یعنی مثلا یه نمونه بارزش، یه دختر بچه 7-8 ساله من یادمه تلویزیون نشونش داد وقتی که مدرسه میرفته، تو مدرسه، تو راه مدرسه یه دفعه میبینه که مثلا هوملستا نشستن، اینا که بی خانمانن، بعد به مامانش میگه مامان میشه من ساندویچمو بدم بهش، ساندویچو میده به یه هوملس. بعد که میاد خونه یه بچه 7-8 ساله، این یعنی تربیت، میشه به مامانش میگه که مامان میشه چند تا ساندویچ درست کنیم از این، اینا کیان، توضیح میخواد. بعد که مامانش توضیح میده میگه میشه پول تو جیبیمو بریم ساندویچ بخریم خودمون درست کنیم ببریم بهشون بدیم، که بعد که با تلویزیون، یکی از تلویزیون تماس گرفتن، تلویزیون داخلی اینجا، با اون مادر دختر صحبت کردن و فیلم ازشون گرفتن که میرن دن. تربیت یعنی این، همدل بودن، مهربان بودن، مهرورزی یعنی این که انسان رو داری بارور میکنی. تو وقتی کودکت رو انسان بارور کنی، فردا انسانوار در برابر معضلات اجتماعی میسته. و بعد حرفی هم که حرف که میشه، اینا یا هم کافرن هم بیاتفن، اما ما سراپا عاطفه ایم. ما مصیبتمون اینه که ضعف‌های فرهنگی و عقیدتیمون رو هنوز نشناختیم، هنوز نمیخوایم بپذیریم، گیریم روسری سرمه اما لباس تنگ پوشیدم دارم اون وسط میرخصم، فکر میکنم فقط این مو است که باید پنهان باشه، گیریم. هنوز فکر میکنم، میگم بالاخره آدم یه چیزی باید اعتقاد داشته باشه دیگه،
گیریم، این گیرهاست که ما رو نگه داشته، در جا میزنیم و مرداب ما رو فرو میبره. مرداب ایران، نه این ور، ایرانی ها در مرداب جمهوری اسلامی. اینجاست که وظیفه تک تکمونه، وجدانمونه. مسئله شم خیلی مسئله مهمی بود، امیدوارم در آینده که این حرکت ها حرکت های بسیار مهم مدنیه، این حرکت ها رو باید زیادش بکنیم بدون اینکه صورتشون رو نشون بدن. یه حرکت هایی رو برای جنبش و حرکت ها باید ادامه شروع کنیم که مردم به همدیگه بپیوندن، اپوزیشن و مردم، اون وقتی که اعتماد برمیگرده، اون وقتی که امید برمیگرده. خیلی ممنونم خانم دکتر از توضیحات کاملتون. یک سوالی هم توی صفحه خودتون دیدم پرسیده بودن، البته شما الان دیگه به این سوال هم تقریبا پاسخ دادین، ولی مخاطب خودتون پرسیده بود که از دید شما نقشه راه چیه و چطور میتونیم به این اتحاد برسیم. فکر میکنم تا حد زیادی پاسخ دادین. نقشه من که نه، من به عنوان یک فرد کاملا مستقل، ولی هدف باید این باشه، نداشتن تعصب. تعصبمون رو به طور کلی از بین ببریم، تعصب فردی و خانوادگی اجتماعی، تعصب عقیدتی، اینا رو باید از بین ببریم. بدون تعصب به خود و ضعف‌های خود نگاه کنیم، روی این کار بکنیم. فرد فرد هیچ سختم نیست، انسان خیلی راحت قابل تغییره. و بعد در کنارش سعی کنیم اعتماد رو به خود و به خانواده، به همدیگر بیشتر و بیشتر جذب اعتماد بشیم و همدیگر رو به اعتماد جذب کنیم، چه اپوزیشن و چه مردم داخل کشور و چه مردم خارج از کشور. این بار وقتی که جمهوری اسلامی دوباره انتخابات بشه، حال باید ببینیم که آیا توی نوعی هنوز رود میشه که بری برای نظام فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی، به خاطر فقط رفتن تو ایرانت که تو بدی و ندی میتونی بری ایران. خودت میدونی من چی میگم. آیا هنوز میخوای بری رای بدی؟ آیا برای حرکتهای کوچیک ملتی که در مرداب جمهوری اسلامی دارن قوطه‌ورن، بچه و جوون باید تا کمر دولا بشه تو سطل آشغال، شرم نمی کنی که تو همچنان سکوت کنی و بی‌تفاوت باشی برای ملتی که داغون شدن از همه نظر، دیگه هیچی براشون نمونده، هویت ملت ایران رو از ملت گرفتن، هویت توی نوعی بی‌تفاوت رو ازت گرفتن. فکر میکنی تو هویت داری؟ تو خودت با بی‌تفاوتی هویت خودت رو نابود کردی. خیلی به نکته مهمی اشاره کردین خانم دکتر. واقعا خیلی دوست دارم که وقت زیادی نداریم. اولا خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم که فرصت وقتتون رو به من اختصاص دادین و به مخاطبایی که دارن شما رو میشنون و اومدین توی این لایو. ولی دوست دارم این دو سه دقیقه‌ای که باقی مونده، چون حتما میخوام لایو رو سیو بکنم، باز هم اگر صحبتی دارید فقط و فقط خطاب به ایرانی‌های بیرون از ایران، چون میبینم که ندیدم واقعا هیچ کسی اینطور رک و بی پرده ضعف‌های ایرانی‌ها رو، ضعف‌های خودمون رو جلوی خودمون بذاره و در موردش صحبت بکنه. ما اگر حکومت دیکتاتوری و حکومت توتالیتری داریم که به حق بدترین حکومت دنیاست، ولی خودمون هم ضعف‌ها و ایرادهایی داریم همونطور که شما گفتید. یکی از سوالایی که خیلی از من پرسیده بودن که من یادم رفت بپرسم، میگفتن که ما رو مسخره میکنن، میگن که شماها فقط نشستید تو توییتر هشتگ میزنید، طوفان توییتری درست میکنید. در مورد تأثیراتش خواسته بودن صحبت بکنیم، که به خصوص برای کسایی که خارج از ایران هستن که نه توییتر براشون فیلتر، نه هیچ خطری براشون داره. من میخوام بازم اگر صلاح میدونید صحبت رو در این مورد ادامه بدین، فقط با توجه به اینکه ما 5 دقیقه وقت داریم. من 1 دقیقه صحبت میکنم. ببین، هشتگ توییتر و یا پتیشن، اینا بسیار مهمه. اگر حداقل کاری که میتونی بکنی امضا تو بکن. نگران نشو که ما نشستیم فقط به دنبال هشتگ زدن هستیم و پتیشن. این پتیشن ها هرچی امضاش بیشتر باشه، دولت های کشورهای مهم ملت ایران رو جدی میگیرند و حکومت ضعیفتر و ضعیفتر میشه. پس به جای اینکه بشینی مسخره کنی وجدان خودت رو، شرف خودت رو، انسانیت و اخلاق خودت رو بیشتر بکن و همراهی کن فقط و فقط حداقل با 1 امضا، تا بتونیم جمهوری اسلامی رو
جهانی از طریق دولت‌ها و بین‌المللی بتونیم ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کنیم و یک ملت و نه فقط یک ملت، یک خاورمیانه و نه فقط خاورمیانه، یک دنیا و یک جهان رو امنیت بدیم با نداشتن جمهوری اسلامی، مادر تروریست جمهوری اسلامی. خیلی ازتون ممنونم خانم دکتر، خیلی لطف کردین. امیدوارم که حتما دوباره ازتون همینجا قول میگیرم زمانی که نزدیک میشیم به فاجعه انتخابات، شما دوباره دعوت من رو بپذیرین و اون موقع مرتب باید صحبت بکنیم و در این مورد کار بکنیم که حداقل ایرانی های خارج از کشور دیگه این دفعه نرن پای صندوق های رای و واقعا گول نخورن. البته حالا هنوز چند ماهی زمان داریم تا اون موقع، ولی بازم ازتون خیلی خیلی ممنونم. خواهش میکنم، به امید آزادی ایران عزیزم، ولی اول به امید خرد و آگاهی و وجدان و بعد آزادی ایران. بله دقیقا، مرسی. من با شما خدافظی میکنم خانم دکتر عزیز، خیلی خیلی ممنونم. مرسی دوستان عزیز. من برای این چند روزی که بهش میگیم دهه فجر یا دهه زجر، ماها میگیم دهه زجر، سعی میکنم از مهمونهای مختلفی دعوت بکنم، البته نه هر شب چون واقعا وقت امکاناتم به هم اجازه نمیده. مرسی از همه شما که در این لایو بودین. مهمان بعدی که دارم آقای تبرزدی هستش که روزش رو اعلام میکنم، احتمالا برای یک شنبه شب با ایشون از داخل ایران لایوی داشته باشم. بله الان لایو رو تموم میکنم و سیفش میکنم. دیدم که یه کسایی اینجا فوش میدادن، یه حرفایی میزدن. من متاسفانه نمیتونم همزمان که لایو هستش کامنت ها رو هم بخونم، ولی همونطور که اشاره کردم من تا جایی که بتونم و اعصابم بهم اجازه بده سعی میکنم کامنت ها رو نبندم و اجازه بدم که هر کسی بیاد حرفش رو بزنه. حالا دیگه قضاوت با شمایی که حرفهای من رو میشنوین، برنامه های من رو میبینین و مخاطبای عزیز صفحه من هستین. ازتون خواهش میکنم اگر حساب توییتری دارین امشب به توییتر برین. امشب ما نمیخوایم بخوابیم، میخوایم تا صبح هشتگ بزنیم برای حفظ جون جاوید دهقان، اگر فامیلش رو درست بگم، امیدوارم درست گفته باشم، اگه درست نگفته باشم تو توییتر میتونین ببینین، برای اینکه ایشون الان بردنش به انفرادی و میخوان به حکم محاربه، به جرم محاربه اعدامش بکنن. امیدوارم که این اتفاق نیفته، امیدوارم فردا صبحمون رو با خبر اعدام شروع نکنیم. اگر که در توییتر هستین لطفاً به این طوفان بپیوندین و هشتگ بزنین. امیدوارم که سال دیگه خیلی زودتر از یک کامنت ها رو ببینم. فخرآور رو؟ نه فخرآور من اصلا هیچ وقت نمیشناسم و خوشبختانه هیچ کنتاکتی هم با ایشون نداشتم. نه فخرآور جزو مهمون های من نیستن. عرض کردم حالا مهمون بعدی که هستن آقای تبرزدی هستن و بعد دوباره در روزی که برنامه آقای تبرزدی هستن مهمون بعدیمون رو معرفی میکنم. بله هشتگ واکسن فایزر هم خیلی مهمه، به شرط اینکه سعی بکنیم که هشتگ ها رو به یعنی توییت هامون رو به زبان های دیگه بنویسیم، فقط به زبان فارسی توییت نزنیم، به زبان فرانسه، انگلیسی، آلمانی، به هر زبانی که میتونیم بنویسیم. خیلی ممنونم از شما که این لایو رو دیدین، که با من بودین. نخیر، شامم هنوز نخوردم، دخترم هم شام نخورده، باید برم الان بهش شام بدم. شب و روز خوبی داشته باشین. داشتم اینو میگفتم، امیدوارم یه روز خیلی خیلی زودی بیاد که من یه لایو بذارم و بگم که نگاه کنین تو فرودگاهم دارم برمیگردم ایران، ایران آزاد شده و بیام و از داخل ایران با هم دیگه لایو بذاریم برای کسایی که نخواستن بیان مثلا یا موندن خارج و به امید آزادی ایران. مرسی از همه شما، شب خوبی داشته باشین. مرسی.